بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه بزرگواران. همونطور که مستحضر هستید، گرفتاری ها و بلاها به ما روی آورده و کار رو بر یه عده واقعا سخت کرده. سخت که میگم، باید خودمون رو جای یه عده از مردم بذاریم، بعد متوجه میشیم چقدر سخته. افرادی که دارن الان خجالت زن و بچه میکشن، افرادی که کسب و کاراشون به مشکل جدی خورده ولی اجاره هاشون و مخارجشون سر جاشه، افرادی که علارغم مشکلات مالی گرفتار بیماری هم شدن و واقعا سخته. یه عده با توجه به روایات متعدد آخر از زمانی معتقدن که این گرفتاری ها و بلاها بی ارتباط با ظهور نیست و معتقدن بلاها و گرفتاری هایی که پیش میاد همون مواردیه که اهل بیت هشدارهاش رو دادن بارها و ما کم توجهی کردیم. نمیگم درسته یا غلط، به هر حال چه این اتفاقات ارتباط با ظهور داشته باشه و یا اینکه یه بلای گذرا باشه، راه برون رفت از هر دو مورد یکیه و باید واقعا یه فکری کنیم. نمیتونیم بشینیم و همینطور تماشا کنیم. این که فقط ماسک بزنیم و فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم خوبه، داریم انجام هم میدیم، رعایت هم میکنیم، ولی بقیه گرفتاری ها رو میخوایم چیکارش کنیم؟ برای مشکلات مالی، برای مسکن، برای ازدواج، برای اجاره خونه، موارد مشابه، چه ماسکی میخوایم بزنیم؟ لذا یکم توجه کنیم، یکم فکر کنیم. ما اعتقاداتی داریم، ما صاحب داریم، معتقدیم هیچ اتفاقی در این عالم بدون دلیل نیست، تصادفی نیست. شاید لازم باشه یه توجه ویژه و عمومی به صاحبمون داشته باشیم. بلا از این سخت‌تر هم بوده که با یه توجه به امام زمان علیه السلام برطرف شده. شاید بگی مگه حال روز ما رو نمیبینه؟ چرا کاری نمیکنه؟ البته که میبینه و دلش هم خونه از این اوضاع احوال، ولی یه فرزندی که توجه به حرف پدر نمی کنه هر اتفاقی ممکنه براش بیفته. فرزندی که دست باباشو رها میکنه برای خودش میره، ممکنه هر اتفاقی براش بیفته. حداقل تو این 100 سال اخیر پیام‌های مکرر، 100 تا پیام رسیده از امام زمانمون که به شیعیانم بگید فرج منو بخوان از خدا، بیام نجاتشون بدم. چه توجهی کردیم؟ چه کار جدی رو انجام دادیم؟ صریحا امام زمان ما فرموده زیاد برا فرجم دعا کنید که نجات شما تو همین. از طرفی روایتی دیگه هشدار داده، هشدار جدی، که اگه فرج رو درخواست نکنید هلاک میشید. خب توجه نکردن به کلام امام اهل هر زمانی عوارض سنگین خودش رو داره. خیلی وقت رها کردیم دست پدرمونو. حتی اگه این بلاها هیچ ربطی به ظهور هم نداشته باشه و یه بلای گذرا باشه، باز هم راه برون رفت از این گرفتاری توجه به امام زمانه. حضرات فرمودن به واسطه ما بلاها از شما دفع میشه. خب اگه اینجوری مستقیم و بدون فوت وقت بریم در خونه صاحب این زمان، حجت زمان، چرا معطلیم؟ چرا داریم فرو رفتن اون تو باطلاق رو تماشا میکنیم؟ چرا گزینه‌ای به نام فرج‌خواهی تو گزینه‌های نجاتمون نیست اصلاً؟ به هر حال در یک بازه زمانی حدوداً یک ماه فرصت‌های طلایی بسیار فوق‌العاده‌ای در پیش، به هیچ عنوان نباید از دستش بدیم. عرفه روز دعا و استجابت، با اون عظمتش باید همه همنوا بشیم فرج مولامون رو بخوایم. حوایج شخصی و خیلی از مسائل رو بذاریم کنار، اصل رو بخوایم، چون که صد آیت 90 هم پیش ماست. اگه هممون بریم دنبال حوایج شخصیمون فقط این انرژی عظیمو خوردش کنیم. نور آفتابو نگاه کن، همینجوری که به دست من و شما بتابه هیچ اتفاقی نمیفته، یه ذره بین میگیره روش، شعاهای نور رو متمرکز میکنیم، میبینیم میسوزونه، آتیش میزنه. دعاهای ما این همینه، باید متمرکز بشه روی یه موضوع، اون وقتی که اثرات خاص و قدرتمند خودش رو نشون میده. عید قربون رو در پیش داریم، روز قربانی. برای تعجیل و تسهیل در امر فرج برطرف شدن موانع فرج، تا میتونیم قربونی کنیم، بین نیازمندان توزیع کنیم. حداقل 400 میلیون شیعه امیرالمومنین تو این عالم، هر 1000 نفرم یه قربونی برای فرج امام زمان انجام بدن، 400 هزار تا قربونی میشه. اثرات خاص خودش رو داره. قربونی ها انجام بشه، بین نیازمندان تقسیم بشه، از اون عزیزان هم بخوایم فرج مولاشون رو بخوایم براش دعا کنن. قدیر در پیش عیدالله الاکبر. قدیر الان روز بیعت با امام زمانه، روز بیعت با وارث ذوالفقاره. نگاه کنیم ببینیم تو خطبه قدیر، زمانی که پیامبر داره اولین وصی خودش رو معرفی میکنه، چند تا فراز برای امام زمان ما بیان فرموده. واقعا شگفت انگیزه. از قدیر باید استفاده کنیم. چطور؟ اولا تجدید عهد کنیم با امام زمانمون،
نکته بعد از اعمال بسیار بسیار با فضیلت قدیر اطعامه. هر چقدر ممکنه تو این روز اطعام انجام بدیم به نیت فرج مولام. شده یه ساندویچ، شده یه پست غذا اضافه تو خونمون درست کنیم و بدیم به یکی دیگه. قربونی و اطعام اثرات و برکات فوق‌العاده خودش رو داره. روایات رو نگاه کنیم. و بعد از این سه مناسبت میرسیم به محرم سید الشهدا علیه السلام که بستر عظیمیه برای این سه مورد. یعنی تو محرم هم روزه و عشق هست که مقدمه استجابت دعاست، هم قربونیه و هم اطعام که امیدواریم متولیان مهدویت یه برنامه بسیار ویژه براش ببینه. اگه نوک فلش تمام این مناسبت ها بره به طرف فرج خواهی یقینا نتیجه میگیری، عمومی بشه نتیجه میگیری، تأجیل و تسهیل در فرج رقم میخوره، بلاها دفع میشه. اگرم یه عده کمی انجام بدن باز ضرر نکردن. طبق فرموده حضرات اهل بیت اینا از هلاکت در آخر زمان در امانن. فقط یه مشکل بزرگ داریم که صدای امثال ما به جایی نمیرسه. لذا از تمامی بزرگوارانی که میتونن جامعه رو مطلع کنن، میتونن تولید محتوا کنن، خطیبن، منبریان، مداحن، مؤسسات فرهنگی خاص جامعه مهدوی، اصلا همین مردم عادی جامعهمون که تو فضای مجازی فعالاً مخاطب دارن، از همه این بزرگواران استدعا داریم در رسوندن این مطالب و در ترغیب جامعه به فرج خواهی و ایجاد معرفت نسبت به امام زمان کم نذارن، تلاش خودشون رو کنن و الا تلاش یه عده قلیل به جایی نخواهد رسید. واقعاً فرصت‌های خاصی پیش رومون هست برای نجات جامعهمون هم که شده، برای رحم به هموطنانمون هم که شده. جدی بگیریم، یه عده واقعا تو مضیقه هستن و مطمئن باش اگه کاری نکنیم در آینده من و شما هم گرفتار خواهیم شد، چون جامعه مثل دونه های زنجیر به هم وصله. بغل دستیمون بیفته توی چاهی، ما رو میکشونه ته چاه. سلامتی و تعجیل در فرج مولامون، برطرف شدن موانع ظهورشون. صلواتی نه.